آگاهی جهانی برای یادگیری و یا UDL چهارچوبه است که بر حمایت از موفقیت شاگردان برای همه دانش آموزان با نیازهای مختلف یادگیری و زندگی متمرکز است، نه فقط به آنهایی که توانایی‌های استثنایی دارند یا به کمک خاص نیازمندند. این مفکوره که توسط مرکز ملی طراحی جهانی برای یادگیری و مرکز فناوری‌های کاربردی ایجاد گردیده و توسعه یافته است، از معلمان می‌خواهد تا موانع و سدهای موجود در صنف‌های درسی را کاهش داده، سطح دسترسی شاگردان و آموزش را افزایش دهند تا همه شاگردان از امکانات درسی به گونه موفقانه بهره‌مند گردند. شما شاید تعجب کنید که معنای این حرف چی است و از کجا این مفکوره به وجود آمده است. بیایید که از پاسخ به پرسش دوم شروع کنیم، چون می‌تواند در وضاحت بخشیدن به پرسش اول ما را کمک کند. این مفکوره که توسط مرکز ملی طراحی جهانی برای یادگیری و مرکز فناوری‌های کاربردی ایجاد گردیده و توسعه یافته است، از معلمان می‌خواهد تا موانع و سدهای موجود در صنف‌های درسی را کاهش داده، سطح دسترسی شاگردان و آموزش را افزایش دهند تا همه شاگردان از امکانات درسی به گونه موفقانه بهره‌مند گردند. به عنوان مثال، به یک رمپ سطح شیب داره که به جای زینه از آن میتوان استفاده کرد را در مقابل یک ساختمان تصور کنید. در حالی که این عنصر طراحی ممکن است به طور خاص برای افرادی که روی صندلی یا چرخدار هستند گنجانده شده باشد، اما برای افرادی که با پله‌ها مشکل دارند، والدینی که ریکشاهای کودکانشون را انتقال میدهند یا مسافرانی که باکس‌های تایردار دارند نیز مفید است. یا دروازه‌های اتوماتیک، این دروازه ها ممکن است برای افراد با مشکلات حرکتی طراحی شده باشند، اما به کسانی که دست هایشان بند است یا نمی خواهند دستگیره دروازه را در فصل سرماخوردگی لمس کنند نیز کمک می کند. در محیط فیزیکی ما تلاش می کنیم تا موانعی که مردم را حین استفاده از آن محیط ها مزاحمت می کند از میان برداشته شوند. این مفکوره دقیقا می تواند در مورد یادگیری در سن های درسی نیز استفاده شود. شاگردان موانع فراراه یادگیری خیش دارند، چه ما متوجه آنها گردیم یا نگردیم. اگر ما بتوانیم به گونه فعالانه قبل از آغاز درس و یا قبل از شروع صنف این موانع را تشخیص بدهیم، ما میتوانیم فرصت‌های موفقیت در امر یادگیری را برای شاگردان افزایش بدهیم. به عنوان مثال، آیا متوجه شده اید که تعداد زیاد شاگردان در صنف دارید که به صورت نامنظم در درس‌ها شرکت می‌کنند؟ این شاگردان ممکن است با موانع بسیار خاصی برای موفقیت رو برو شوند. به عنوان مثال، آنها ممکن است افراد باشند که روزانه به شهرها غرض کار می آیند. آنها همچنین ممکن است مجبور باشند بین مسئولیت های کاری زندگی و آموزش خود تعادل ایجاد کنند. این گونه شاگردان ممکن است آن سربازانی باشند که برای پیوستن به زندگی غیر نظامی با چالش های منحصر به فرد روبرو شدند. و یا شما شاگردانی در صنف خود دارید که با انتظارات متفاوت به درس می آیند. مطمئن هستم که در یک سال تحصیلی شما در صنف خود شاگردانی داشته اید که همیشه صحبت می کردند و یا شاگردانی که به مشکل آنها را وادار به سخن گفتن می کردید. شاگردان از این دست احتمالا موانعی را بر سر راه موفقیت در درس های خیش در صنف شما تجربه کنند. اما با اندیشیدن در مورد چند و چون این موانع از قبل، شما احتمالا بتوانید محیط آموزشی را به گونه طراحی کنید که شاگردان بتوانند از حد اکثر ظرفیت خود برای موفقیت استفاده کنند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که کاهش این موانع به معنای کاهش نتایج آموزش یا بازنگری کلی محتوای درسی نیست. در عوض، UDL روش برای تفکر در مورد اینکه چگونه دانش آموزان می توانند در راستای به دست آوردن نتایج از آن دوره آموزشی کار کنند و یا چگونه می توانند محتویات کلیدی برنامه درسی را بیاموزند ارائه می کند، در حالی که همچنین معیارهای برتر اکادمیک را حفظ می کند. استراتژی های UDL ممکن است نیاز به برخی از وسایل برای دانش آموزان را که دارای ناتوانی های خاص هستند کاهش دهد، اما نیاز به همه امکانات را برطرف نخواهد کرد. به جای تمرکز و مدل ناتوانی، UDL بر مدلی که بر عدالت اجتماعی متمرکز است تمرکز می کند تا همه نیازهای آموزشی متنوعی را برآورده سازد. با این حال، آنچه UDL انجام می دهد ارائه ساختاری برای بازاندیشی در مورد چگونگی طراحی یادگیری و گونه مؤثر در صنف درسی است. سه اصل وجود دارد که می توانید در صورت لزوم در تدریس خود بگنجانید. نخست، شما می توانید ابزارهای متعددی برای سهیم ساختن شاگردان یا راههای ارائه کنید که از طریق آنها معلمان بتوانند محتوای درس را برای شاگردان جذاب، مرتبط و انگیزه بخش برای یادگیری بسازند. همچنین ابزارهای متعددی برای ارائه اطلاعات به شاگردان خود در حالی که آنها برای فهم بیشتر از مضامین درسی تلاش می کنند ارائه دهید. یا روش هایی که ما مواد و منابع را با
استفاده از دیپلماسی، از قالب‌ها و تکنیک‌های ارائه می‌کنیم. و در حالی که دانش آموزان به دنبال نشان دادن آن دانش هستند، ابزارهای عمل و بیان متعددی را برایشان پیشکش کنید یا روش‌های مختلفی که بتوان با آنها چگونگی تبارز مهارت‌ها و دانش شاگردان را ارزیابی کرد. ما در ویدیوی بعدی خود این اصل را عمیق‌تر بررسی می‌کنیم. اما اگر با شاگردانی کار می‌کنید که نیازهای آموزشی و زندگی متنوعی دارند، به این فکر کنید که آیا UDL و اصول آن ممکن است در صرف شما نتیجه دهد یا خیر.